به دستور دولت آمریکا مسافران پروازهایی که از سه کشور آفریقایی لیبریا، سیرالیون و گینه محل اولیه شیوع ایبولا به آمریکا وارد می‌شوند، در 5 فرودگاه عمده آمریکا مورد غربال و معاینه پزشکی قرار می‌گیرند که شامل فرودگاه جان اف کندی نیویورک، نیویورک لیبرتی نیوجرسی، دالاس واشنگتن، اوهر شیکاگو و هرتفیلد جکسون در آتلانتا است. پروازها از این سه کشور آفریقایی به مقصد نهایی در آمریکا ابتدا در یکی از این 5 فرودگاه توقف دارند. تعداد مسافران از این کشورها به آمریکا روزانه حدود 150 نفر گزارش شده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه در محل وزارت دفاع در مورد اعزام نیروهای نظامی آمریکا به کشور لیبریا گفت: نیروی نظامی ما در اصل زیربنایی را که در این کشور وجود ندارد برای تسهیل در انتقال پرسنل و تدارکات به منظور مداوای بیماران مبتلا به ایبولا ایجاد می‌کنند. ما توانایی‌های استثنایی داریم که هیچ کشور دیگری ندارد. در نتیجه اقدام سریع و ایجاد زیربنا، ما اکنون می توانیم با بهره گیری از اهرم منابع کشورهای دیگر سریع و مؤثر از این اپیدمی جلوگیری کنیم. بر اساس طرح پنتاگون بیش از 3000 نیروی نظامی آمریکا با اعزام تدریجی به کشور لیبریا، 17 مرکز پزشکی با 100 تخت خواب و تأسیساتی برای آموزش 500 کارمند بهداشتی در هفته ایجاد می‌کنند. در این میان مارک پیلان رئیس آتش نشانی شهر دالاس تگزاس گفت معاون رئیس پلیس شهر که پیشتر به آپارتمان بیمار مبتلا به ایبولا رفته بود به ظن ابتلا به بیمارستان منتقل شد. And the initial Ebola patient in Dallas and had some contact with family members. او با بعضی از اعضای فامیل بیمار در تماس بوده. می‌خواهم بگویم که اطلاعات ما در حال حاضر این است که او هیچ تماسی با خود بیمار نداشته. در همین حال در استرالیا یک پرستار، در آلمان یک کارمند سازمان ملل و در اسپانیا دو پزشک که با بیماران مبتلا به ایبولا سر کار داشتند، به ظن ابتلا به آن تحت نظارت‌های پزشکی قرار گرفتند. همزمان به گزارش وال استریت جورنال، پنجشنبه 200 تن از ماموران نظافت کابین هواپیماهای شرکت هوایی دلتا در فرودگاه لاگاردیا نیویورک با نگرانی از شرایط بهداشتی در مورد اپیدمی ایبولا دست به اعتصاب زدند. گزارش‌ها در آمریکا حاکی است که اغلب آمریکاییان خواهان ممنوعیت پروازها از کشورهای آفریقایی دستخوش ایبولا هستند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.